امشب همراه با ترانه شرقی دروازه های تاریکی را در پشت سر نهادم. آنجا در ملتقای شعر و سفر، در رودخانه‌ای که نگاهت تا بی نهایتش دنبال می کند، آن پیر عاشق کشکول کهنه را انداخته به دست، در کوچه ها گدایی دل می کند. امشب من میهمان گم شدهش هستم. از شهرهای دور می آیم، از کوچه های ایران. او خانه مرا می داند، او آسمان آبی شهرم را در خواب دیده است. او با حافظ و سنایی و خواجو از جمله دوستان قدیمی است. با آنکه تازگی ها سر در حریم مولانا کرده است، هر شب به بانگ نی می خواند آواز مولوی را در شهر مثنوی. امشب این میزبان خسته در سفره بلیغ کلامش ما را به میهمانی خوانده است. برخوان قصیده را. این سینه های عاشق، این چشم های صادق، انگار سال هاست در انتظار رویت گریه است. برخوان قصیده را، از رودکی بگو، از جوی مولیانش. آیا هنوز هم در جستجوی میر بر چنگ میزند؟ آیا هنوز هم آواز زخمیش در کوچه های فرغانه دوشیزگان شرق خراسان را بر بام میکشد؟ برخوان قصیده را، انگار سال هاست مسعود سعد را از یاد برده ایم. انگار سال هاست دلناگران آن به سفر کرده نیستیم. شاید در کوچه های هله گذر دارد، شاید در مسجد قدیمی فستاد تدریس می کند. آیا دوباره خواهد خواند از کشوری که خیل پلنگانش ول کردند خوی پلنگی را؟ سرکن ترانه ای در شور یا حجاز، بگذار شور ما با زنگ کاروان رنگ سفر بگیرد، رنگ بپا شدن. امشب باید که تا سپید زند این رودخانه را، تا نقطه یگانگی آفتاب و آب بشکافیم با دست یا عصا. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 10 مهر ماه، 2 ماه اکتبر، به شما سلام میکنم. حضورتون عرض کنم که رشد اقتصادی ایران در سال آینده به 1.1% خواهد رسید. تازه اگه راست بگن. متأ تصور کنید، دکتر فرابخش میگفت 7-8 سال رشد اقتصادی 14%، 12%. حالا دلمون خوشه که قرار است رشد اقتصادی زیر صفرمون یه خود بیاد بالا، به یه جاهایی برسه. افسوس، دیروز پریروز خبر بود که آقای روحانی به سفر حج میره و با مقامات سعودی، پادشاه سعودی ملاقات میکنه. بعد آقای امیر عبداللهیان گفته نخیر، همچی خبری نیست. امروز دوباره میبینم که نخیر، همچی خبری هست. ایشون در گفتگو با العالم یه برنامه‌ای داره که هفته یه بار مسئولان رو میاره. این پای منه میخوره اینجا صدا میکنه، میبخش. گفته که ایشون میروند به حج. خب وقتی آدم نگاه میکنه پایگاه اطلاع رسانی نیمروز، وقتی یاد نیمروز خودش میفته، اینجا که لندن پرویز اصفهانی با چه
شوقی با چه عشقی 20 سال یاد کیهان میفته. پنجشنبه که میشه من گم کرده دارم، گویا که داریم تلاش میکنیم دوباره کیهان بر پا باشد و سر پا و سایتش خودش همه چی و بچه های کیهان تلاش میکنن، ناصر محمدی دیگر بچه ها همه دارن تلاششون رو میکنن، به امن چاردهی استاد عزیزم احمد احرار، استاد دکتر صدرالدین الهی، نازنینان دکتر شاهین فاطمی، اینا که همه ستونهای کیهان بودن. چقدر تلخه، عباس پهلوان تیتر قشنگی زده بود، تعطیل کیهان یک فاجعه ملی. واقعا نمیتونم، تأسف میخورم. خوانندگان من در کیهان و در ایران استار خیلی پیغام میدن، مینویسن، سایت هم غیره. قول بهتون میدم از هفته آینده دوباره یک هفته با خبر حداقل راه بیفته، ادامه میدیم تا زمانی که دوباره رفت توی ستونم در کیهان، حداقل در ایران استار باشه. خب من به خاطر همین خبرها و سفر آقای روحانی و غیره یه مقدار از پرداختن به مافیا آنچه در داخل بود غافل شدم. غافلم به این معنی که به هر حال اخبار روز وقتی سر و صدا زیاده، معذرت میخوام، این سر و صدا میکنه، بنده ناچارم مراقبش باشم. این است که این نیمروز هم گفتم براتون، وقتی میرم پایگاه اطلاع رسانی نیمروز، بعد یادمون نیمروز با اون خط زیبای نستعلیق میفتم. یه مقدار ما در واقع نمیگم غافل شدیم، ناچار شدیم که به اون مسائل نپردازیم. امروز میخوام اولا بهتون بگم از این مجموعه مافیایی چه کسایی کنار گذاشته شدن، چه کسایی رفتن، افراد تازه که جای اونا رو گرفتن کی هست، آیا اینها آدمهای قابلی هستن، شایستگی این رو دارن که در واقع به عنوان یک مدیر درست حسابی و صادق به مردم خدمت کنن. حالا یه عده‌شون رو نگاه میکنم. یه آقای آسد حسن موسوی بود، آسد احمد موسوی، موسوی زیادن، اون آسد احمد کسی بود که بعد از، یعنی درست اون اواخر عمر آقای خمینی، وقتی آقای هاشمی رفسنجانی خواست آغاز دولت او و سید علی آقا با بشارت خیر باشه، احمد موسوی رو فرستاد بیروت. یه عربیکی هم بلده، رفت بیروت و واسطه بین گروگانگیرها یعنی حزب الله و آمریکایی ها بره که ترتیب آزادی گروگان های آمریکایی رو بده. احمد موسوی از اونجا سری توی سرها تو خاورمیانه در آورد. بعد ایشون رو کردن سفیر ایران در سوریه. محمد حسن اختری دو دوره سفیر بود، یه دوره سفیر بود 7-8 سال طول کشید، بعد اومد رفت دفتر آقای خامنه ای، معاون امور بین الملل شد، بعد سازمان تبلیغات رفت و غیره، دوباره رفت سوریه. بعد از اینکه از سوریه اومد، حسین شیخ الاسلام رفت. حسین شیخ الاسلام باز میشناسینش، سخنگوی خط امامی ها، اونایی که از دیوار سفارت بالا رفتن، و این یکی توی اونا عاقبت به خیر شد، معاون وزارت خارجه شد، قائم مقام شد، منتها سفر خارجی نمیفرستادنش، ماموریت خارجی نمیدادنش، چون میدونستن تو لیست سیاه آمریکایی است. تنها جایی که میتونستن بفرستنش سوریه بود. هر کدوم از سفرهای رژیم که در کار تروریستی دست داشتن، وابسته به امنیت خانه مبارکه بودن، سوریه، لبنان، تو سودان، تو این کشور، اون زمانها لیبی، به اینجا فرستاده می شد. آقای موسوی هم بعد شیخ الاسلام رفت، موسوی شد سفیر. یه پریود دوره اختری و بعدم آقای موسوی. موسوی خطایی که کرد در زمانی که شورش ها در سوریه آغاز شد،
ایشون پیش بینی کرد که این شورش ها به سرنگونی اسد منجر خواهد شد. حداقل این شمو داشت، گفت ملت سوریه دشمن این مردکن. سوری ها که حتی رمز کشور دوست و همپیمانشون رو کنترل میکنن، وقتی این رو دیدن به دولت ایران گفتن که سفیر شما با ما همدل نیست. این است که رئوف شیبانی رو فرستادن که قبلا در بیروت بود، سفیر بود، کاردار و بعدم سفیر. وقتی که غضنفر اومد، غضنفر رکن‌آبادی، رئوف شیبانی رفت ایران. بعد فرستادن یه مدت سوریه کاردار بود، سرانجام شد سفیر که هنوز هم هست، آقای محمد رضا خان رئوف شیبانی. خب احمد آقا برگشت ایران، چیکار بکنه؟ نزد آقا هم که خب ارادت دارد و غیره، اومدن و ایشون رو تو درگیری که احمدی نژاد داشت سر ماجرای علی لیالی که سازمان حج و اوقاف گذاشته بودش، بعد از که ممتحسن رضایی رو برداشتن بعد از 20 و اندی سال، علی لیالی رو گذاشت آقای احمدی نژاد سر، اینم درگیر شدن. اگه یادتون باشه اسفندیار رحیم شاهی که معاون رئیس جمهوری در امور گردشگری و سیاحت و سازمان حج و اوقاف بود، رضایی رو برداشت و درگیر شدن. حتی کار به آقای خامنه‌ای رسید، در اون زمان رئیس بعثه حج زیر بار نرفت، درگیر شد و گفتن که آقا نمیشه همچی چیزی، بعثه حج زیر نظر مقام معظم رهبری است. گفتن آقا بعثه بله، ولی سازمان حج و زیارت زیر نظر مقام معظم رهبری نیست، وابسته به وزارت ارشاده. به هر حال درگیری شدید شد و احمدی نژاد موفق شد علی لیالی رو بذاره که از بچه‌های سپاه بود. حالا آقای روحانی که بعد موسوی اومد که براتون عرض کردم، موسوی امیدوار بود به خاطر رابطه نزدیکی با آقای رفسنجانی داره تو مقامش بمونه، بعد از یه سال دو سال نذارنش کنار، در واقع یه سال و نیم، چون دو سال قبل با علی لیالی با هم رفتن، درگیری هنوز وجود داشت. به هر حال اومدن و آقای علی جنتی که تشریف آوردن آقا رو برداشتن. همه تعجب کردن، سید احمد رفت؟ بله. کی اومده؟ آقای اوحدی. این آقای سعید خان اوحدی کیه؟ ایشون از کسانی است که اوائل جنگ تو جبهه دستگیر شد، خبر مرگش رو دادن و خانواده و پدر و مادر بیچارا فکر کردن آقا مرده و خیلی ناراحت بودن. پایان جنگ جزو آخرین اسرایی بود که فکر میکنم با ابو ترابی و اینا بود، آخرین اسرایی بود که آزاد شد. بنابراین بیش از 7-8 سال از عمرش رو تو اردوگاه های اسرا گذروند با اون فلاکت و بدبختی. بعد ایشون اومدن و در رشته مهندسی عمران از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدن. بعدم مدیریت در امور عمره و عتبات و این چیزها رو بهش دادن، تا حالا شد رئیس سازمان حج و اوقاف. بسیار. حالا تو وزارت ارشاد ببینیم چه اتفاقای دیگه افتاده. وزارت ارشاد کیا اومدن؟ حالا نگاه میکنیم. رئیس مرکز ضوابط عمومی و اطلاع رسانی مجید سخاف بود، یکی از اون حزب اللهیای دپش. جاش کی اومده؟ بابک دریابیگی یا بابک دربیگی. ما اسما رو خیلی طبیعی میخونیم ولی اینجا و دربیگی خوند. معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی محمد جعفر محمدزاده بود. حالا حسین انتظامی اومد. حسین انتظامی نام بدی نداره در بین مطبوعاتی ها، تو مجموعه روزنامه ایران و خبرگزاری و خب نسبتاً خوشنامه و بچه های مطبوعاتی باش رابطه خوبی دارن. بودنش احتمالاً میتونه در عرصه مطبوعات حداقل وضع رو از این بدتر نکنه، شاید هم یکم بهتر کنه. بیمار دیوانه‌ای به نام شمقدری که معاون امور سینمایی بود،
همون روز اول جنتی کنارش گذاشت و حجت الله ایوبی رو گذاشت که از اولین اقداماتش گشایش دوباره خانه سینما بود. و این شمقدری از اونا بود که وقتی خانه سینما رو بستن اومد گفت قسم خورد که تا لحظه ای که جان در بدن دارم نمیذارم این لانه فساد باز بشه. ولی هنوزم جان در بدن داره و این مرکز سینمایی و هنرمندان عالی قدر ما دوباره باز شد. معاون هنری آقای حمید شاهبادی بود. خب خانواده شاهبادی هم که معرفه حضورتون هست، خب من بعضیشون هم میشناختم، حوزه شون رو دیده بودم، توشون آدم های حسابی هم داشتن، یکشون هم سردفتر بود و همکار پدر من. ایشون رفت آقای علی مرادخانی جاشون رو گرفت. معاون توسعه مدیریت و منابع ارشاد، ببین چقدر معاونت درست کردن. هر معاون یعنی 5.5 میلیون تومان حقوق، ماشین، 2 تا بادیگارد، راننده و بعد معاونم باز 8 تا مشاور و رئیس دفتر و غیره و غیره. بدید مملکت ما به کجا رسیده. وزارت اطلاعات سابق یا که حالا ارشاد هست، وزیر 3 تا معاون داشت، یه معاون بین‌المللی داشت، یه معاون مطبوعاتی داشت، یه معاون فرهنگی و هنری و غیره داشت. معمولاً آدم های موجهی بودن، معمولاً آدم حسابی بودن در این معاونت ها. بخصوص دورانی که زنده یاد داریوش همایون بود، واقعاً وزارت اطلاعات یک جایگاهی پیدا کرد، آدم های حسابی توش جمع شده بودن. حالا معاون توسعه و منابع علی اصغر کاراندیشه مروستی، مدیر کل فیلمخانه ملی ایران خانم لادن طاهری، بله، بعد مدیر کل حراست سازمان سینمایی آقای رضا بشردوست، مدیر عامل روزنامه ایران که آقای ستاریان بود، حالا محمد تقی روغنی ها اومد، روغنی ها بیشتر در کار اقتصادی بود و غیره، حالا اومد ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه دیجیتال حسن علیزاده بود، بچهای سپاه، حالا آقای حسن نجفی سولاری جای ایشون رو گرفت. خب بد نیست. به هر حال تو اینجا میبینیم که یه مقدار یه تغییرات محسوسی شده که شاید فضای فرهنگی کشور رو یه مقدار تغییر بده. حالا میریم در نهاد ریاست جمهوری که در زمان احمدی نژاد 200-300 تا آدم مفخور و گشنه رو آورده بود، ریخته بود اونجا با حقوقای کلان، اتومبیل‌های فلان، راننده، پاسدار، غیره. حالا ببینیم چه اتفاقایی افتاده. در حوزه ریاست جمهوری رئیس کل بانک مرکزی ضمن این حوزه است. خب آقای محمود بهمنی بود که اون همه داستانا دربارش بود و پول چاپ کردن و وام های کلان به انصار تحفه آرادان دادن. حالا آقای ولی الله سیف اومد از صاحب منصبان قدیمی بانک مرکزی و آدم محترم که مورد احترام همکاراش است. معاون امور مجلس رئیس جمهور آقای مجید انصاری شد. این مجید خان انصاری معرف حضورتون هست، اونم از گندم نمایان جوفروشه. یعنی آقای مجید انصاری خیلی میخواد خودش رو به اصلاح طلبا بچسبونه، البته رابطه ویژه با رفسنجانی داره توی اون تشکیلات کوادر الاعمار، بله، کادرهای سازندگی آقای رفسنجانی، ایشون هم خیلی فعال بود. و این وسط خیلی وقته من همینجوری دارم فکر میکنم که بعضی چهره ها اصلا به حاشیه رانده شدن و هیچ خبری هم ازشون نیست. یکیشون حسین مرعشیه. حسین پسر عموی عفت خانم مرعشی، زن همسر آقای رفسنجانی است. خانم هاشمی، خانم رفسنجانی، یک برادری هم داره که اون هم خب اسمش مرعشیه و سردفتر در ایران، باز از همکاران پدرم. ولی این آقای حسین مرعشی برادر ایشون نیست، پسر عموی ایشون.
آقای ایشون خبری ازش نیست، نمیدونم چی شد. آقای مجید انصاری شدن معاون پارلمانی. مجید انصاری از اول مجلس تو مجلس بود، تو خبرگان هم انتخاب شد، ریاست کمیسیون اقتصادی رو داشت، آخوندی که به مسائل اقتصادی مقدار وارد بود، مشاور اقتصادی رئیس جمهور آقای مسعود نیلی. به هر حال مسعود نیلی از آدمای سرشناس تو عرصه اقتصاد، سازمان برنامه، بانک مرکزی، جای مختلف کار کرد. رئیس بنیاد شهید آقای ظریف‌آفان بودن، از نور چشمان رئیس جمهوری. حالا آقای محمدعلی شهیدی آمدن با جناق آقای ناطق نوری، آقایی که کنسول بود در عربستان سعودی. جالبه. بله، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خانم معصومه ابتکار که جای آقای محمدزاده رو گرفت، خواهر مری در گروگانگیری، معاون اولم که آقای اسحاق جهانگیری است جای آقای محمدرضا رحیمی، یکی از رؤسای مافیای سرقت و دزدی و فساد. آقای رحیمی رفت و جاش آقای جهانگیری گرفت. رئیس دفتر رئیس دفتر آقای روحانی همه پیش بینی میکردن حسین فریدون اخوی ایشون باشه، ولی ریاست دفتر ایشون با آقای نهاوندیان داد، محمد نهاوندیان، که در این حال ایشون سرپرست ریاست جمهوری هم هست، نهاد ریاست جمهوری. به جای خانم فاطمه بوداغی که معاون حقوقی رئیس جمهور بود، حالا خانم الهام امینزاده نشسته است، و به جای رئیس جمعیت هلال احمر که ابوالحسن فقیه بود، آقای فرهادی اقتدار این مهم شده. مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با فساد با مفاسد اقتصادی آقای کاظم پالیزدار شده. راستی خبری از اون پالیزدار داریم؟ بیچاره اومد چیزایی رو افشا کرد در مورد دزدی آخوندا، در مورد کارخانجاتی که دارن، در مورد که آقای امامی کاشانی چی داره، آقای شیخ محمد یزدی چی داره، همه اینا رو بازگو کرد و فعلا بیچاره زندان رفت و خبری نیست که به کجا رسیده است. دبیر هیئت دولت محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری کاظم چهره‌گشا، سرپرست معاونت مراسم و تشریفات به جای مهدی آشتیانی از بچه های سپاه، آقای ولی الله مبینی عهده دارن. بعد اکبر ترکان 4 تا مقام داره، دبیر شورای عالی ایرانیان خارج کشور، مسئول دبیرخانه جنبش عدم تعهد، رئیس سازمان فضایی ایران، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد، معاون مراسم و تشریفات دفتر ریاست جمهوری بهمن حسین پور، رئیس مرکز ارتباطات مردمی با نهاد ریاست جمهوری اسماعیل سماوی، معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری عبدالخلیل معظمزاده، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور علیرضا معزی، مشاور و مدیر کل امور حوزه دفتر ریاست جمهوری محسن صالحی، سرپرستی گروه مشاوران جوان رئیس جمهوری اسماعیل سماوی، دوباره معاونت اجرای قانون اساسی رئیس جمهور الهام امینزاده، و مشاور امور هماهنگی معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری سید رضا علوی. دربار محمد رضا شاه پهلوی اینجوری بود، خدا شاهده، یا آقای اسدالله علم بود، دو سه تا معاون داشت، شخصیت های مثل دکتر باهری و یه رئیس دفتر و یه رئیس تشریفات، و جمعا چقدر بود تعدادشون؟ ماشاءالله الان تو نهاد ریاست جمهوری 1000 نفر کار میکنن، دفتر مقام معظم رهبری هم که خب
غیر قابل شمارش هست. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم و ادامه میدیم تازه آمده ها را به حوزه قدرت. We are one, unbreakable and strong. Chain that never breaks, no one can replace. Mobom, yoruham oko. Yek vatan darim, keshvar dunya. No one's ever gonna come between us. No one's ever gonna break the chain. No one's ever gonna come between. We stay the same. We stay the same. Bogam ram shudim ham khone. Bogam ram zire yek safim. Az dam isme ram adame. Mo bogami. Mo bogami. Bogami. تا که زنجیر میشن با خدا یکی میشه آدم. Whoever you are, wherever you come from, we got the power, citizens of this world, together side by side. We are one, unbreakable and strong. A chain that never breaks, that no one can replace. از دم اسم غم آدمه ما با غمی ما با غمی. No one's ever gonna come between us. No one's ever gonna break the chain. No one's ever gonna come between. We stay the same. We stay the same. در کشور دنیا جز عشق پادشاهی نیست، جز ارتش نور نیاز به هیچ سپاهی. We are one, unbreakable and strong. Chain that never breaks, no one can replace. We are one, unbreakable and strong. The memories we share are unearned, I swear. No one's ever gonna come between. No one's ever gonna break the chain. No one's ever gonna come between. We stay the same, we stay the same. No one's ever gonna come between us. No one's ever gonna break the chain. No one's ever gonna come between. We'll stay the same, we'll stay the same. The same. با درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم. قشنگ بود امید و مدرن تاکینگ کار جالبی کرده بود. خوشم میاد از خواننده های خوب ما که تلاش میکنن افق های تازه ای را بگشاین. به قول محمد زهری، نازنین شاعر نجیب ما، گفتم اگر پری بگشایم بر دشت های گم شده پرواز می کنم، بر اوج کوه گردش شهباز می کنم، اوج و فراز را ز زبر سایه می زنم، بر اوج کوه پرواز می کنم، اما چو پرگشودم پروازگاه من قفس. باری قشنگ بود کار امید. حضورتون عرض کنم که قبل از اینکه بیام توی ادامه این تغییرات، نیویورک تایمز دیروز یه نقشه تازه ای از خاورمیانه چاپ کرده بود و آقای
رابرت رایت وشته بود یه تحلیلی کرده بود و برای خودش که بله که 14 کشور تقسیم میشه، سوریه 3 کشور، عربستان 6 کشور و ایران همینجوری کردستان درست میشه و وهابستان درست میشه و نمیدونم سنیستان و شیعستان و چرند پرند اینا بیماری های روانیشون رو میریزن رو کاغذ و بدبخت اونهایی که به این مقالات بها میدن و ارزش میگذارن. یه نکته رو من بهتون بگم، من با این دوستان هموطنان عزیز آذری و ایرانی و آذری و کرد و عرب و بلوچ و ترکمن و کرد خراسانی و تالش و مازندرانی و گیلانی و همه جا بود، بختیاری و لور و بوی رحمت و قشقایی و شاسوان و همش، با همه که صحبت میکنه یه نکته رو در همه مشترک میبینم، هیچ کدوم جدایی از ایران رو اصلا در خیالم نمیپرورونن. این پیوند اینقدر قدرتمند و قویست که با همه مظالم این رژیم، با همه تبعیضات، با همه تبعیض نژادی و مذهبی ها، هموطنان ما به ایران، به این گربه نشسته به دیوار آسیا دل بستن و با تمام قدرت این وطن رو چسبیدن. فکر کنید در جاهای دیگه هم اینجوری هست، در جاهای دیگه هم اینجوری. کردای سوریه باشون صحبت میکردن، گفتن ما کرد سوری هستیم، کرد عراقی میگه من کرد عراقی هم، کرد ترکیه میگه من کرد ترکیه هم. منتها در ترکیه ظلم بهشون خیلی شده و واقعا درایت و عقل عجلان آدم ایمان میاره یه همچه آدمی رو. خب اعتقاد داره، خب ما هم داریم تو رهبران کردمون، ما آدم های بزرگی داریم، آدم هایی که عاشقانه به این سرزمین، به فرهنگش، به ادبیاتش دل بستن، حقوق حقه خود رو میطلبن، اما لحظه‌ای در اندیشه جدایی نیستن. حزب دموکرات کردستان با ایران پیوند داره، واژه زیبای ایران در کنارشه. حزب کومله همینطور، خیلی ها باید بیان از عبدالله مهتدی، از کاک سلا باید مهتدی، از کاک مصطفی هجری باید بیان درس وطن پرستی بگیرن. دوستانی مثل خالد عزیزی، کاوه آهنگری، دوستانی مثل کاک شرفی که من حسن نازنینی که واقعا بهش اعتقاد دارم، اینا عاشقانه ایران رو دوست دارن. و بنابراین این چیزایی که این آقای رایت نوشته دو ریال ارزش نداره. بریم سر فاسدخانه اصلی جمهوری ولایت فقیه، یعنی وزارت نفت شرکت نفت، بریم چه اتفاقایی افتاد. خب نگاه میکنیم میبینیم که مدیر عامل پتروشیمی آقای عبدالحسین بیات میرود و عباس شهری مقدم جاشو میگیره، مدیر عامل شرکت ملی گاز جواد اوجی میرود، جزء باند خالدی بود، حمید رضا عراقی جاشو میگیره. نه حمید رضا، بله عراقی. قائم مقام وزیر کاظم وزیری هامانه که مدتی وزیر بود، آدم درستی بود، برای همینم احمدی نژاد تحملش نکرد. با زنگنم دوست از صاحب منصبان قدیمی هم است، بنابراین ماند، یعنی آمد. منصور معظمی جای آقای دکتر خالدی رو گرفت، رئیس کل مافیا رفت. مرتضی شاهمیزایی مافیایی دیگر رفت و جاش آقای رحیم عقیقی گرفت. مدیر کل دفتر وزارتی علیرضا نیکزاد رهبر رفت، کریم زمانی جاش اومد. اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی، دوستخانه بزرگ، آقای مجید چگینی رفت، باز از نوکران خالدی. محسن پاک نژاد آمد که امیدوارم همینطور پاک باشه. مشاور عالی وزیر در امور طرح‌های صنعت نفت حبیب امینفر آمد. مدیر عامل شرکت ملی نفت احمد قلپایی رفت،
رکن‌الدین جوادی اومد، از همکاران قدیم آقای زنگنه. مدیریت امور بین‌الملل شرکت نفت علی اصغر حرشی رفت، محسن قمصری آمد. سرپرست پژوهشگاه صنعت نفت وحید حدادی اصل رفت، محمد علی عمادی آمد. رئیس سازمان حراست صنعت نفت که چه آدمی بود و چقدر اذیت میکرد علیرضا فخاری، از بچه های سپاه و بسیج، هوشنگ ایزدی جاش اومد. حالا اعضای هیئت مدیره شرکت ملی گاز ببینیم کیا رو کنار گذاشتن: علیرضا فخاری، اصغر سویلی پور، سعید پاکسرش، محمد رضا قروی، علیرضا زیغمی و جواد اوچی رو ریختن بیرون. جاشون کیا آمدن؟ اینا آمدن جاشون. حضورتون عرض بکنم که عزیز الله رمضانی، عبدالحسین ثمری، حسن منتظر تربتی، هرمز قلاوند و عبدالمحمد دلپریش آمد. اعضای هیئت مدیره شرکت نفت: محسن قمصری، محمد رضا فیروزمند، محمد علی عمادی، سید اصغر هندی از بستگان آقای خمینی اومدن. در پتروشیمی هم بساغزاده و رمضان اولادی از همدستان درجه یک خالدی و مرتبط با محسنی اژه‌ای و معاونش، اینا رو انداختن بیرون و جاش عبدالحسین بیات و محمد حسن پیوندی و داوود شلادل و عباس شهری مقدم و عبدالحسین ثمری نشستن. مدیر عامل پتروشیمی بندر شاپور یا بندر امام، محمد حسین ظریف رو برداشتن، از همدستان خالدی و رضا امیری جای او آمد. حسن پیوندی، مریم خرم، مریم پژوهش و فناوری و رئیس کانون تفکر شرکت نفت و گاز پارس. مدیر عامل پتروشیمی کاویان رمضان اولادی. رئیس کل امور حقوقی صنایع پتروشیمی احمد رضا مسیر. و هادی زنوزی اصلم رئیس روابط عمومی پتروشیمی شد. سرپرست امور حسابرسی داخلی صنایع پتروشیمی که ناصر عزتی بود، از همدستان همون خالدی، جاش اردشیر غزنوی آمد. مشاور رئیس پژوهشگاه صنعت نفت سرنا ستاری، مشاور اجتماعی وزیر نفت سید امیر طالبیان. به هر حال آدمایی رو که میبینید کم و بیش، قاسم صالحی، محمد هادی امجدی پور، آدم های شناخته شده ای در شرکت نفت و در وزارت نفت و صنایع وابسته مثل پتروشیمی و گاز و غیره است. حالا نگاه کنیم ببینیم در وزارت خارجه چه اتفاقی افتاد. آقای عبداللهیان که گفتیم، امیر عبداللهیان، حالا سر جاش موده معاونت خاورمیانه، اما دیروزم گفتم جای آقای امیر منصور برقعی که اتفاقا برقعی هم از وزارت خارجه بود، مرتضی سرمدی آمد، یکی از بهترین مدیران دیپلماسی ما. معاونت اروپا و امریکا علی اصغر خاجی بود، سفیر اسبق در عربستان، سالها در وزارت خارجه. جاش مجید تخت روانچی آمد که بیشتر کار علمی داشته، زبان انگلیسی رو خیلی خوب میدونه، مدیر دانشکده روابط بین الملل بوده، سخنگوی وزارت خارجه جناب خانم مرضیه افخم با چادرم میاد و جالبه. معاون اداری مالی آقای محمد مهدی آخوندزاده باستی بود، مردی که من روزگار جوانی، نوجوانی در واقع میشناسمش، وقتی اومده بود لندن کاردار شد، بود بنگلادش بود و بعد آمد لندن، درس هم میخوند اینجا، جوونم بود، خیلی هم دلش میخواست انگلیسی حرف بزنه، خب هنوز داشت یاد میگیره. بر اثر جریان سلمان رشدی روابط ایران با انگلیس روابطشو با ایران قطع کرد و گفت همه تون باید برین، 48 ساعت هم وقت دار. این نمیخواست بره، هم کالج میرفت، خانمش کالج میرفت، بچه‌هاش مدرسه میرفتن، دیگه به التماس افتاده بود، به تهران التماس میکرد آقا بذارید به عنوان یک کارمند اداری بمونم، بالاخره یه نفر باید بمونه که کار پاسپورت داری رو داشت. آدم واقعا حالت زار داشت. اتفاقا روزی که اینا میرفتن، یکی از بستگان من میرفت ایران، ما رفت تو این فرودگاه،
ایرانر که اینا اومده بودن 5 6 تا چمدون بزرگ آقای کاردار داشت و خانمش و اینا، خیلی راحت دیدم یه آقایی که حالا اسمش هم نمیارم از ایرانریای به قول بچه‌ها تاغوتی که هیچ وقت کراواتش باز نمی‌شد و یه دفعه ریش گذاشته شد مثل اینا. فکر کنم اون وقت هم زریبافان بود توی زری یا زریباف رئیس ایستگاه لندن بود، خیلی آدم خوبی هم بود. چمدونای اینا رو آقا رو آوردن، 6 7 تا چمدون، اون شوفر پاکستانی سفارت هم اومده بود و 3 4 تا از این جوونا بارش آوردن، اومدن بارا رو گذاشتن راحت بردن. و خب آقا هم که با هوماکلاس پرواز میکرد، حالا اون وقت هم با هوماکلاس بود، به هر حال طبقه بالای هواپیما برای ایشون همراهان بود. یه مسافر ایرانی اومد، یه مرد مسنی بود با همسرش که خانمش هم روی صندلی چرخدار بود، اینا دو تا چمدون داشتن مثلا 10 کیلو اضافه بار داشت. همون آقایی که عرض کردم بعدن ریش گذاشت و در زمان به قول اینا طاغوت کروات و شیک و خیلی هم زبون باز بود، ایشون اومد این بدبخت رو یقشون رو گرفت، بله شما 12 کیلو اضافه بار دارید، حداقل باید 5 کیلو بدید. خب اون وقت هم برای اینا سخت بود، مثلا 5 تا هم 12 پا 14 پوند باید میدادن. این مرد محترم که بعد من فهمیدم پزشک است و پزشک اصفهانی، به شدت اعتراض کرد و آقا چرا من باید بدم؟ این آقا که تو تلویزیون هم دیدیمش نماینده رژیم در اینجاست، 6 تا چمدون داره، اینا رو جلو من بکش ببینم چقدر جریمش ازش بگیر. این آقا اشتباه کرد، به این مرد گفت به تو هیچ ربطی نداره، من هر کاری دلم بخواد میکنم. این مرد یه دفعه فریاد کشید، ملت این دزدا رو بشناسی، اینا رو ببینید، از شما داره پول میگیره، 100 کیلو بار اونو داره رد میکنه چون داره امتیاز میگیره ازش. برنامه داد و بیداد کرد که رئیس هواپیمایی اومد از این مرد محترم عذرخواهی کرد، باراش هم داد و اون روز خیلی مهربان شدن با مسافرها، 7 10 کیلو رو چشم بستن و ایشا. البته من دفاع نمیکنم، بار اضافه نباید برد تو هواپیما، اگر بردی جریمش رو باید بدی، اون بیچاره از ایران میاد سوغاتی میخره و حساب میکنه حالا با اون پول جریمه ای که ازش توی فرودگاه میگیرن بابت کیلوهای اضافه، وقتی تبدیلش بکنی میده همین جنس رو ایران میخریدی به نفعت. همه که آقای حداد عادل نیستن که بیان اینجا 10 تا چمدونم دارن براشون رد بکنه، نه اونجا باید پس بده. به هر حال آقای محمد مهدی آخونزاده باستی ترقی کرد و بعد رفت سفیر پاکستان شد، سردبیر تهران تایم شد، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و بعد جزو تیم مذاکره کننده اتمی بود و سفیر ایران در آلمان. خب بعد رفت ایران رو شد معاون، آقای علی اکبر صالحی هم ایشون رو نگر داشت. حالا جای ایشون آقای مهدی دانش یزدی آمد. مهدی دانش یزدی از دیپلمات‌های با سابقه است، در کشورهای اسکاندیناوی بوده، سوئد بوده و دو زبان رو میدانه و به هر حال آدم با تجربه ای هست. آقای آخونزاده رو نمیدونم چی کارش میخوام بکنه. آقای عباس عراقچی از سخنگویی به معاونت امور بین الملل رسید. نماینده ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی هم که علی اصغر سلطانی بود رفت و جای او را آقای رضا نجفی گرفت که او هم از در واقع قدیمی های این سازمان هست. خب این اسامی رو براتون گفتم که بدونید چه تغییراتی داره در سطوح مدیریتی در ایران اتفاق میفته، که خب طبیعتا من در برنامه های متعدد میام و اینها رو برای شما میگم. در رابطه با نگرانی های آقای نتانیاهو دیروز اشاره کردم که اسرائیل به شدت نگران نزدیکی تهران با واشنگتن است، اما وزیر خارجه بحرین که شاید
سنگین ترین وزیر خارجه جهانه، آقای خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه پسر عموی پادشاه، ایشون در نیویورک به راغد درغام نویسنده الحیات که بهترین مصاحبه ها رو با رؤسای ایالت‌های نمایندگی داشت، گفته که آقا جان ما با آقای جان کری صحبت کردیم که این تپ کردن شما برای جمهوری اسلامی چیست. ایشون به ما گفت آقا ما سر هیچ چیز دیگه صحبت نمی کنیم، فقط روی پرونده اتمی و آنچه برای ما اهمیت داره رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز در مورد پرونده اتمی است. درست همین موقع آقای اوباما به آقای نتانیاهو چه میگوید؟ در دیدارشون، دیدار مفصلی که دو روز بعد از صحبت آقای اوباما با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اتفاق میفتد، آقای اوباما میگوید که روابط بین ایالات متحده و اسرائیل آهنین است و ما بیش از هر وقت دیگر متعهد به حمایت از امنیت اسرائیل هستیم. و میگوید بیدار خواهم بود، هوشیار خواهم بود، برنامه اتمی ایران رو زیر نظر دارم. و بدونید آقای نتانیاهو میگوید اگر لازم شد از گزینه نظامی هم استفاده خواهیم کرد. شما باور دارید؟ I doubt it. و امیدوارم این دات من یا تردید من سر جاش باشه، برای اینکه خدا نیارد روزی را که وطن ما در معرض حمله قرار بگیره. دیدیم چه بلایی سر کشورهای دیگر آمد، عراق و افغانستان و لیبی و حالا سوریه. وزیر خارجه بحرین در این حال میگه آقا ما هم دلمون میخواد روابط نزدیک با ایران داشته باشیم، ما روابط کاملی دیپلماتیک داریم، سفارت داریم پیش هم، منتها تهران بی مهری میکنه. و آقای امیر عبداللهیان میگوید، معاون وزارت خارجه که قبلا هم در بحرین سفیر بود، میگوید که موضوع بحرین یه موضوع داخلی است، مردم اونجا حقوقی دارن و خواستار به دست آوردن حقوقشون شدن. کاملا درسته، قضیه بحرین یه قضیه داخلی است، شما چرا دخالت میکنید؟ مثل اینکه در جنبش سبز، حالا بحرین کشور کوچیکی است ولی بزرگترش عربستان، امارات، دیگران میمدند دخالت میکردن، میگفتن آقا ما از جنبش سبز حمایت میکنیم. خب خیلی بد بود، هم برای جنبش سبز بد بود و همین یه دخالت در امور داخلی کشور دیگر به حساب میومد. یادتونه در جریان جنبش سبز ما نیاز به یک سمپاتی بین‌المللی داشتیم، آقای اوباما این رو از ما دریغ کرد و همون زمان برای آقای خامنه‌ای نامه پر از مهر نوشت. بله اینا رو سریع بهش اشاره میکنم. آقای لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه تأکید کرده که علی‌رغم اینکه آقای ولید معلم وزیر خارجه سوریه خیلی از این موضوع ناراحته، تأکید کرده که در مذاکرات ژنو دو اروپایی ها هم شرکت میکنن. جمهوری اسلامی چی که دلش میخواد؟ باید صبر کرد و دید مسیر ژنو دو به کجا خواهد رفت. چقدر حرفامون موند؟ ابد. فردا هم هست. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم. اتاقم صدای ساز میاد تو سرم، حرف میزنی هر شب، جای تو روی تخت سرده ولی به خیالم تو با منی هر شب، بهتره با خودم کنار بیام
زندگی مثل جنگ بیرحمه، هیچکی دردم و نمیبینه، هیچکی حالم و نمیفهمه. آرزو میکنم ستاره بشم، صدای ساز میاد تو سرم، حرف میزنی هر شب، جای تو روی تخت سرده، ولی به خیالم تو با منی هر شب. در خونم به روت باز، هنوز در آغوشم و بری بستن، بی تو بودن مرام سخته، ولی از کنار تو بودنم خستن.